هموطنان گرامی سلام و درود بر شما در تازه ترین خبرهای رسیده گفته میشه که فشار کرزی و ایرانی ها بالای ملاقیم زاکر باعث شد که یادم خود از معرکه پنشیر بیرون بکشد ملا زاکر قیم از ارتباطی های قدیم سپاه قدس ایران است و در این حال با حامد کرزی بسیار زیاد نزدیکی دارد کارزای واسی برش گفته بکش خود از که بدنام میشید خودت تو را گردا و انداختن مورد بعدی فسیه او میدان باختی اندراب و پنشیر رفته با شمال برده ظاهرا با طالبان کابل در اختلاف افتاده اما ما فکر میکنیم که ای کاندیدای داعش است و مورد آخر رحمت الله نویل با افشاگری های اخیر خود در مورد انتخابات 2014 قبل از که اشرف غنی را لجن بکشه روی دکتر عبدالله را سیا کرد مورد اول عقب نشینی قوات های خارجی از پنشیر با پوره شدن موعد عملیات سه روزه در شش استقامت اینا انجام دادن بدون نتیجه اینا آغاز شده و اینا حدی اکثر قواتا دوباره از عبدالاخیل از اینجا کشیدن این خدا چی وضعیت کشیدن؟ قوای ماجم با بجا گذاشتن صدها کشته و زخمی بدون یک قدم پیشروی بر موازه مقاومتگران و طرف کابل حرکت کردن یک نقطه عطف در جنگ تاریخی امروز است و ای تاریخ یادتان باشه. چارده سپتامبر 2022. اصر دیروز حدود اشتاد اراده رنجر و وسایت نقلی جنگی مختلف و نو در ای ترک کردن. ملازاکر به اشاره ایرانی ها. بالاخره موز... مداخله کردن. یک چیز اون باشه که ایران هرگز اجازه نمیده تا پنشیر به عنوان یک قلعه جنگی راه بردی در دست امریکا و پاکستان بیفتد هند هم اجازه رو نمیده روسی هم نمیده حال خبر ما بر ما رسیده که ایرانی ها ملازاکر اشاره دادن که از این گرده خود بیرون این به فایده تو نیست هیچ پیروزی هم بدست نمیاری جز نامبد و شاید به کشتن برابر شوی تو را می... به کشتن برابر کرزای گفته که تو را به کشتن بردن اونجا علاوه از که بدنامت میکنن خب اول یک با یک نخوت و بلند پروازی رفت حال که زلیل شده هر دست به طرفش پیش میشه طالبا بعد از این تخلیه به یک جنگ دیگه مادری میگیرن اما قماندان درک نداره کماندان فعلی در پول اردو است امو جنرال مسافر است از از افسران آیسای فعلا کماندان پنشیر مسافر است مولا زاکر امی تو که بر شما ادلا داده بودم. از رفتن به پنشیر پرهیز کرده و تالی هم نرفته دیگه ای که تصاویر ملاشیرین قنداری را که شما دیدین که 8 نفر از اسیران جبهه مقامت تیر باران میکنه علنی در مخابره صدا میکنه شفر میگه خاکریز شفر چیز ایدام مرگشان هست شما در فکرتون امی فیلم کی گرفته بود گزارش میرسه که بخش جنگ اختلافی بین امی قنداری ها با شبکه اقانی این افراد شبکه اقانی گرفته پخش کرده تا پنشه را از نظر زینیت خود با تمام قدرت علای قنداریا تجهیز کنه که البته میتونم شده دمی از دیروز تا انتقال مرده ها از پنشیر به استقامت غور فاریاب، المند، کابل هنوز هم ادامه داره سرجم تلفات و مقامت 12 نفر است کشتا و زخمی طالبا فیلم مجموع بیشتر از 400 نفر است بسیاری از قماندان که در سه روز عملیاتی شرکت کردن پنشه رو ترک کردن از طالب و بعدا در مورد مثلا اظهارات کذب زویلای مجاید من اشارات اما اول که پروژه طالبان خراسان یا پروژه طالبان خراسان ما شما می یعنی بین طالب و داعش کدام از هیچ نگاه تفاوت نیست فقط از نام تفاوت است و نام خودشان ماندن اینمی یک قدم دیگه به جلو برداشته و هم به استقامت شمال فسیودین لویدرستیس اخیرا در وزارت دفاع محافظینشه طالبای قنداری لطکوب کرد دمی داخل تعمیر وزارت دفاع, دفاع دفترش از دم دستگاه و کشفش اون میشه قنداری هم محافظین شد دمی کدم دیبچی کدم قفاق و زرب و مقص اینا رو بخی به صلاح ما شما نانک کردن یک دو مقرری جدید هم کردن بدون ازی که هیچ ازی پرسان بکنن یعنی در صاحب صلاحیت ازی ظاهرن دیگر ماچ خط کتابات دار ندارم من نمیفهم خو مقصد سایه صلاحیت شس دو نفر مقرر کردن به زور خود شبکه قداری ها و همچنان رئیس مخابره وزارت دفاع که این آدم مقرر کرده بود یعنی نفر خودش بود اون را برکنار کردند. کردن این چی کده قارش آمده دیگه غیرتش طور خورده کابل را تر کرده رفته فعلا بدخشان اینال ای خود صورت مسئله ما برای شما توضیح دادم آیا شما فکر میکنید که واقع قضیه همی است ای به بدخشان پرتاب شد کشانده شده که قار است دیگه شاید اونجا یک صدام بکشه که یعنی شاخشانه بکشه به حکومت کابل بگه که اگر این طور نشد میشه ما فکر میکنیم که کاندیدای داعش در شمال است رهبری داعش چرا ما فکر میکنم؟ به دلیل زی که فسیودین جمله کسایی است مثل موسلاودین مثل مخدوم عالم موسلاودین عیوبی که در شمال است اینا از دست پرورده ها و ساخته شده های بسیار سابقی سازمان های آمریکا امریکا و انگلیس است سر از اینا زیاد سرمایه گذاری شده خود فسیودین چند بار از چند اردوی ملی امریکای ها ایلا کده گرفتار شده ایلاش کده بنان او با کدام روز نگاه او را ایلا کده بودند حالا ما شما نفس جنگ کشور خودم میفهمیم دیگه کس بازی داده نمیتونه کسی رو آله و اندازه مردم ما حساس شده که وقتی که یک حادثه میشه تیزه که پشت فکر میکنن حد زده میتونن شمیشان قوی شده یعنی می آدم که بدخشان رفته به افساد نیست بازم ما با تکرار میکنم که کاندیدای رهبری دایش در شمال است ببینیم چی میشه ممکن است سرشپه شد ممکن است گزینه تغییر بخوره ممکن است اشکال ترها تغییر کنه اما دروغ شاخدار زبیولای مجاهد ای آدم میگه که ما 101 یک نفر اسیر کردیم از بیخ بنیاد غلط است خب آه راستی شاید کده باشه مردم های پشت گاو و گوزفند و بازه خود میره پشت بوجی گوس آرده بار که در سر خر او را میگیره از اون نگاه سایست. اما ای که از افراد عملیاتی و یک کمر بسته تفنگدار گرفته باشه از جبهه با جز ما هشت نفر دیروز که بود در سر خیانت بر از اینان کروکی داده بودن دیگه اینا کسی از مقامتی ها پیش خود ندارند کاملا دروغ است و تکرار میکنم که گپ زبیلای مجاهد که یکصد یک نفر ما از تفنگداران یا رزمندگان و مقامتی رو گرفتیم مطلق بی اساس است بغیر ما اش نفر این شما فکر نمیکنید که چند روز پیش میگفتن که یک مقاومتی نیست دروغ از گب میسازن سازن ای چطور غیر حال می ما از جبه جبه پنشیر است جنگ خو اعتراب و جبه جنگ برابر لشکر خارجی نیست کسایی که از طالب لابی میکنن در هر جایی که هستن میگفتن که یک مقامتی نیست مردم خود به هیچ میگرفتن چون خودشان اسیر از نظر زینی اسیر بودن مردم به هیچ میگرفتن حالا نگه که یک یک نفر گرفته خب برحال این کاملا غلط است نفر به اثر خیانت داخلی و 40 نفر تلفات که ای آدم ادامه میکنه که 40 مقامتی رو ما کشتیم در جنگ 3 روز اخیر اینمی در حقیقت پف کردن یک پوخانه تبلیغات است مثل اونم ادعای اول 101 یک نفر را گرفتیم دروغ است جبه مقامت در سر و سر این جنگ های سه روز اخیر دوازده نفر تلفات داد که در برابرش صدها ها طالب از صف ما را خارج کرد خب این را میمانیم سر اظهارات یکی از چموش های پنهان سیاسی زیر پتوی طالبا او کی است؟ لطیف نظری دایاتان بیرین منظورم شکیست لطیف نظری اونو مادم که به طالبا تسلیم شد حالا که موین شده چی شده اگر زیاد بخوایم در ذهنتان خاطرش زنده کنم معاون دوم احمد ولی مسود بود انتخابات یادتان آمد؟ لطیف نظری خب اونمو آدم حالا میگه دکتر لطیف نظری این حالا دا یک داستان علایده است که ما بفهمیم که دکتر چی است اما میم سرم گپ می خب گفتم که مامان دو محمد ولی بود این تاریخ سیاسی ما شما هم چه شوخی ها و خوشمزگی ها این میگه که جبهه دروغین مقامت 20 سال در برابر اشغال کشور سکوت کرد امی دکتر خیالی نمیگه که تو کجا بودی خودت کجا بودی اول از خود نمیگه خود طالب خود میفهمه که یک مثلا خدمتی سیاسی است بانگرچ میگه که افغانستان میگه آزاد شده و این جبه پوشالی منظورش امی جبه مقامت است و دستور بیگانگان دنبال ایجاد ناامنی است یعنی خوب امن هم هسته دیگه لعنت بر تو که مردم مردم ازاره اگر همگی امن باشه در زیر سایه طالبی مردم ازاره امنیت نداره هیچ امن نیست و تو میگی که دنبال ایجاد ناامنی از جبه مقامه اما کدام امن حتی امن بر خودت نیست اینمی چیزها را از چاپلوسی و ترس نوشته میکنی باز مگه تاریخ از این جبهه یعنی از جبهه مقامت به نوکران اجنبی اطاعت کرد اینال بیا ای تار شده را صاف کرد. که این آدم جبه مقامت نوکران اجنبی میگه برای خوشحال ساختن کی؟ همی پخت برای خوشحال ساختن پخته اجنبی یعنی آیسای اینی رقم تا سر شدن هاست در جریان مو مثلا انقلابات که میه نظری نمیگه که روسیه که تاریخ خود تاریخ خود پشت رده ایچ کس ایلان میکنم من تو خود کدام عددی هم نیستی اما اگر قرار باشه تاریخ چیزی بنویسد بنویسه دم دنباره خودت چی خواد نوشت هرچند که تو تحده نیستی که مثلا تاریخ دا حافظه خود یک جایی برای تو داشته باشه باز ایره بخاطر یک تفریح زینی برای شما ما یادواری کردم به ارزش بود اما میبینیم ایر بخواد موانا که کسایی که چی رقم حوادث آدم که چی دعا داشت و چی نو موزی اینه این آقا خواهمی خبر شما بر شما گفتم این آینده از این یادم ما شما شاید خواد بودیم باز شاید زیاد دم دیر نشه میرم سر صحبت های رحمت الله نبیل در مصاحبه با تلویزیون افغان اینترنشنال افغانستان اینترنشنال یه ای گفت که در انتخابات 2014 دکتر عبدالله اول شده بود ظلمه رسول دوم اشرف افغانی سوم ظلمه رسول که به بیریشه ترین آدم از مثل همی از همی غنی خواهند کده پیش بوده یعنی شما تصور بکنید در پشت عبدالله که یک تنز تاریخ است کل اردوگاه جبه مقامت بدن نافامیده خب بسطلا یک کاروان که سر شده اینطور میشه نبیل میگه که ما اسناد دا کافی داشتیم خب رئیس امنیت بود ولی کمیسیون انتخابات رای زلمه رسول انداخته صندوق غنی شما تصور بکنید یعنی غنی 50 سال در امریکا زندگی کرده یک کشوری که دموکراسی رو تجربه کرده و ظاهرا یک کتاب چرت و پرت هم دوشتا کرده کشورهای توسین و آیافتر نج... طریق نجات شد تا کشور خود چی میکنه سرجم آرای ظلمه رسول هم انداختن در وقتی مردم کابل در خلپی همی آدم انداختن باز هم نشد دکتر عبدالله برنده انتخابات بود میگه اما غنی با تقلب خود برنده انتخابات اعلام کرد خب غنی نکرد امریکای هم مداخله کردن سیاست های غلط انگلیس و امریکا افغانستان و فاجید مضاف کشاند نام دموکراسی مردم سالاری همه چیزا را به لجن کشیدن پای داستانش طولانی است اما گپای نبیل تا این مشکی ندارم که بی کاملا راست است اما اینمی به اصطلاح اهل ادب نوشداروی پس از مرگ سراب است یا به اصطلاح ما شما که در وطنی میگیم خینه بادزید است چرا نبیل ده سال مات تقریبا ایگه پا افشا میکنه اگر امو وقت افشا میکرد تاریخ افغانستان تغییر میکرد اینجا دیگه یک چیز بسیار زننده یه. خیانت دکتر عبدالله و مردم به تاریخ افغانستان مردمی که کامل در صحنه دفاع از سلامت انتخابات با یک امید استاده بودن و همیشه فقط به خاطر یک امتیاز که بتونه جای سفر بکنه دریشی بکنه یک ماش بگیره فقط عدا در بیاره به این خاطر اما یک چیز دیگه هم هست او خاطر نبود یادم ناحق به جای اقتدا به مردم به جانکری اقتدا نکرده یک سابقه داره سابقهش و بیش از 20 سال پیش برمی گرده که در جریان سفرها ای با امریکا پیوسته بود و سیاهی ده اون وقت چی؟ چندان چیزی هم نبود اما برای این ده ای ما مطالب زیادی را در نامی افغانستان نشر کردیم گوام به نقل از اسناد اپراتیفی که در امنیت ملی وجود داشت در امنیت ملی مقامت اول البته و مهمترین مدرک در مورد عبدالله یاد داشتای ماهای اخیر زندیات احمد شا مسعود است ای که چرا احمد ولی یا احمد مسعود اینا رو نشر نمیکنن این از خودشان پرسان کنید اما همه چیز او توضیح داده کی کی هست چرا مثلا سفر میکنن ناحق هیچ گپی هم نیست این ضرورت نه کسی دعوتش کنه سفر میکنه و در یک سفر مثلا 20 هزار دلار خرج میکنه یعنی چی خب ای داستان به اصطلاح کونه است و طولانی است من در چیز سر شما را به درد نمیارم و در دفعه دوم شما دیدین که در انتخابات چرا خیانت کرد به مردم پشت پازد نبیل میگه که غنی با آیسای به توافق رسیده بود در مورد انتخابات بر منکرش لعنت این خود چیز عادی است حتی در وزیر اکبر خان تخانه یکی از مقامات ارشد میگه حکومت ماشین کارت رای دیره ماشین چاپن ماش... یک رنگ چاپ میکد به غنی آخرش چی شد ببینین بار کت به منزل نمیرسه این خواهن امروز در یک گوشه تحت الحفظ در گوزبی به سر میبره اما افغانستان با شناعت های خود با یک ست سال قبل برد یک اپ دیگه هم رحمت الله نویل یعنی در حقیقت میگه که جنرال سامودین خان جنرال یاسین زیا او آدم معروف که میشناسه فخری صاحب فکر میکنم حسین فخری باشه دوست مشترک عوضی فرهنگی ما و اعضای شورای امنیت میگه کلی خبر داشتیم اینمی آدمان هم تا لحظه که خود نبیل افشا کرده بود زبان خدای شور نداده بودن این حال او مردم شما تنها از غنی خاین چی شکایت دارین ای کشور بیخ و بنیاد نداره از نظر فرنگ سیاسی خود بیخ و بنیادش که نیمی آدم ها بوده این ببین ده سال بعد زبان خود باز کرده اما وقت ای به عنوان یک آدم مسئول اگر پرسکان فرانس میگرفت این مسئله را فاش میکرد امروز افغانستان این تو دم در دا دان طالب و تروریسم انداخته نمیشد یعنی چی مانا؟ یعنی که پدکاری و پنهانکاری و معامله بیخ ریشه افغانستان کنده میشه و بعد از این هم میکنه تا برنامه بعد